سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل و عربستان سعودی یعنی همنشینی رهبران سه دشمن سرسخت جمهوری اسلامی، رهبرانی که هیچ وقت تا این اندازه با یکدیگر در مواجهه با حکومت ایران یک دل و هم نوا نبودند. آنها به دنبال چه هستند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. تقویت مشارکت استراتژیک با عربستان و حمایت 4 میلیارد دلاری از اسرائیل از جمله هدف‌های رئیس جمهوری سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل و عربستان عنوان شده، خصوصا در گرماگرم مطرح شدن یک برنامه امنیتی بلند پروازانه در منطقه. طرحی برای ایجاد یک سپر دفاعی موشکی یک پارچه که بتواند از بندر حیفای اسرائیل در کرانه دریای مدیترانه تا سواحل امارات متحده عربی در حاشیه خلیج فارس و از آنجا تا بندر جدیده در بندر جده در سواحل دریای سرخ را پوشش بدهد. سامانه‌ای برای بی اثر کردن موشک‌ها و پهپادهای ایران و متحدانش. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران اذعان کردند که ائتلافی بین اسرائیل و عربستان می‌تواند ژئوپلیتیک و معادلات منطقه را از بنیاد دگرگون کند. ولی چه اتفاقی افتاده که عربستان یک قدرت منطقه‌ای جهان اسلام با اسرائیل نزدیک شده و آمریکا هم زمان را برای ایجاد یک رابطه عمیق و پایدار مناسب دیده؟ تحولات منطقه به کدام طرف می رود؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه فلوریدای جنوبی از شهر تامپا با ما، شهرام خلدی، استاد تاریخ روابط بین الملل در دانشگاه واترلو از اونتاریو کانادا، و شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. خوش آمد میگم به میهمانان برنامه. سوال اول رو از آقای میلانی میپرسم. آقای میلانی، حتماً این دیدار برای آقای بایدن دیدار آسانی نبوده، درسته؟ با عرض سلام خدمت جناب عالی و مهمانان محترم و بینندگان و شنوندگان عزیز، به نظر من بسیار سفر مشکلی بوده، به خاطر اینکه در دورانی که ایشون علیه آقای ترامپ فعالیت‌های انتخاباتی می‌کرد، بارها گفته بود که با اعمال عربستان سعودی در یمن و کشتن خاشقجی مخالفه و حتی صحبت از این کرده بود که محمد بن سلمان رو، ولیعهد عربستان رو ایزوله خواهد کرد در سطح جهانی، و انتقادات شدیدی هم به آقای به رئیس جمهور مصر کرده بود. اما حقیقت اینه که ایشون خلاصه تعظیم میکنه به حقایق ژئوپلیتیک منطقه و این نشون میده یک بار دیگه که در روابط بین المللی حفظ قدرت و حفظ منافع مهم هر کشوری مهمترین مسئولیتیه که رئیس جمهور داره و مسائلی مثل حقوق بشر مسائل عمده‌ای برای قدرت‌های جهانی نیست، حتی موقعی که یعنی مخصوصا موقعی که در تضاد با منافع اینها. اما آمریکا چی میخواد؟ چرا آقای بایدن داره میره سفر میکنه؟ به نظر من دو سه تا دلیل عمده داره و یه دلیلی هم داره که چرا عربستان حاضره که اینطور ملاقاتی رو بکنه. به این قسمت ها در ادامه برنامه میپردازیم. آقای میلانی، همین سوالی که من از شما پرسیدم رو مایلم از آقای خلدی هم بپرسم. آقای خلدی، شما چی فکر میکنید این سفر چقدر سفر دشواری بوده برای آقای بایدن که به اون تن بده؟ بعدم خدمت همه مهمانان و شنوندگان و بینندگانتون درود میفرستم. عرض کنم با حضورتون جناب صفی عزیز، این شاید بشه گفت که یکی از سخت‌ترین مرحله‌های دوره ریاست جمهوری بایدن از نظر سیاست خارجی و داخلی هست. در واقع دولت بایدن به شدت برای بقا دست و پا میزنه، در حالی که ما در فاصله کوتاهی قرار داریم از انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده امریکا و بایدن به شدت نیازمند یک پیروزی جانبه به خصوص در سطح جهانی هست. پیروزی که هم از نظر دیپلماتیک برای او ثبات بیشتری رو در سطح جهانی فراهم بیاره و هم به ثبات اقتصادی ایالات متحده امریکا کمک بکنه. فقط من یک حقیقی اینجا اضافه بکنم خیلی سریع، و اون این هست که در اینترنشنال سیکیوریتی دکترینی که یعنی دکترین امنیت ملی که بایدن 2 سال پیش به عنوان بخشی از پلتفرمش منتشر کرد،
هیچ اشاره ای به عربستان سعودی و حتی پیمان ابراهام نشده و با توجه به متنی که بایدن در آستانه این سفر در واشنگتن پست منتشر کرده مشخص هست که دقیقاً داره از همون اصولی که ادوارد برنیس در کتاب پروپاگاندا در 1928 بهش اشاره کرد برای به نوعی بسیج کردن افکار عمومی رای دهندگان دموکرات به سود خودش استفاده بکنه. بنابراین به نظر من این در واقع سفر بیش از هر چیز نگاهی به بیرون برای دستیابی به ثبات در درون هست. بسیار خوب، ما البته به مسائل داخلی که آقای بایدن با اونها دست به گریبان هست هم باز خواهیم گشت، ولی آقای شهید صالح شما چی فکر میکنید؟ آیا واقعیت‌های بازار انرژی خصوصا بعد از جنگ اوکراین بوده که در موضع آقای بایدن تغییر ایجاد کرده، او رو وادار کرده که در سفر خودش به خاورمیانه با محمد بن سلمان هم دیدار بکنه؟ نه، به نظر من پاسخ قاطعه نه هستش، برای اینکه اولا خود آقای بایدن صراحتا گفته که من برای مسئله انرژی اونجا نمیرم. غیر از اون رویترز دو سه روز پیش گزارشی داشت که آقای مکرون یه صحبتی داشته با آقای بایدن و بهشون گفته که با رئیس امارات صحبت کرده، امارات گفته ما در حد اکثر ظرفیتمون هستیم و گفته در مورد عربستان هم مسئله این هستش که حد اکثر اگر بتونن 150 هزار بشکه به تولید فعلیشون که 10 میلیون 400 هزار بشکه هستش اضافه کنن. توجه داشته باشین که اصلا عربستان حد اکثر تولیدی که در یک سال داشته هیچ وقت از 10 میلیون 400 هزار بشکه تجاوز نکرده و الان هم داره همین مقدار رو تولید میکنه. یه بار فقط در اپریل 2020 12 میلیون بشکه تولید کرده. بنابراین هیچ کمکی به آقای بایدن از این نظر نمیتونه بکنه. آقای بایدن به دنبال یک چیز دیگه هستش که داره با ایشون ملاقات میکنه که اگر خواستین در ادامه من توضیح میدم. خب بله، حتما. آقای میلانی شما میخواستید در مورد دلایل آقای بایدن، دلایل سفرش نکاتی رو بیان بکنید. خب چرا آقای بایدن حاضر شد که این سفر رو انجام بده و البته خب قسمت مشکلش دیدار با مقام‌های عربستان سعودیه و در اونجا هم گویا با محمد بن سلمان وعده ملاقات داره؟ من به نظرم مسئله انرژی مسئله بسیار مهمیه و رولی که عربستان سعودی نه در حال حاضر بلکه در آینده میتونه انجام بده. تورمی که در آمریکا هست در این 41 سال اخیر 42 سال اخیر بی سابقه است و آقای بایدن باید یک طوری شهروندهای آمریکایی رو قانع کنه که داره هر عملی رو که میتونه انجام بده که قیمت نفت رو بیاره پایین و به نظر من راههایی هست که عربستان سعودی میتونه به آمریکا کمک بکنه و قیمت نفت رو بیاره پایین. ولی مسئله عمده ای که به نظر من مسئله عمده ای که آمریکا باش روبرو هست اینه که عربستان سعودی فعلا حاضر نشده به اتحاد ضد روسیه بعد از جنگ اوکراین پیوند بکنه و دولت آمریکا داره سعی میکنه که عربستان به اون طرف بیاره. رابطه عربستان سعودی با آمریکا در این دو سال اخیر بسیار بد شده و به نظر من دلیل عمده‌ای که عربستان سعودی سعی داره میکنه و میلیون ها دلار خرج کرده که لحاظ عقاید ملت آمریکایی‌ها قانع بکنه که عربستان یک به اصطلاح متحد مهم آمریکاست اینه که آقای محمد بن سلمان اعتمادی رو که قبلا پاچه‌های عربستان سعودی به آمریکا داشته نداره و در حقیقت این سفر به نظر من میخواد یک نوعی ملاقاتی رو که بین بن سعود عبدالعزیز بن سعود و آقای روزولت در سال 1945 در یک کشتی آمریکایی به وجود آمد که این مبنای این اتحاد این بود که آمریکا دسترسی به نفت عربستان داشته باشه و در ضمن آمریکا امنیت سلطنت رو در عربستان تأمین کنه. امروز آقای محمد بن سلمان میخواد با مسافرتی که آقای بایدن میکنه
یک نوع تضمینی از آمریکا بگیره که در دوران گذار، این نکته مهمی آقای موسوی، که در دوران گذار از ولیعهدی به پادشاهی دردسری برای عربستان از طرف آمریکا و متحدین آمریکا به وجود نیاد. جالبه. خب البته قبل از اینکه من از آقای خلدی سوال بعدی رو بپرسم، می‌خواستم فقط پاسخ آقای شهرسالس هم داشته باشم. آقای شهرسالس، آقای میلانی گفتن که مسئله انرژی از مسائل مهمه، علارغم اینکه خب شما گفتید عربستان سعودی نتونسته تولید خودش رو بیشتر بکنه، ولی آقای میلانی میگن که در دراز مدت اگر نگاه بکنیم این عربستان سعودیه که نقشی مهم داره در این میان. نه، من موافق صحبت آقای میلانی نیستم با عرض پوزش. عربستان الان که داریم با هم صحبت میکنیم هیچ ظرفیت اضافه کردن رو نداره. صراحتا آقای شیخ محمد بن داود آل نهیان گفته که 150 هزار بشکه حد اکثر میتونن اضافه کنن. صحبتی که آقای مکرون به ایشون گفته، تاریخ تولید نفت در عربستان همین نشون میده. اگه ما داریم صحبت دراز مدت میکنیم که مثلا فرض کنیم در 2 سال آینده، 3 سال آینده، 5 سال آینده، بله ممکنه سرمایه گذاری هایی بشه، تکنولوژی هایی به کار گرفته بشه که ظرفیت تولید عربستان رو ببره بالا. ولی الان و انتخابات نوامبر یا انتخابات 2024 ریاست جمهوری به این کارا قد نمیده. یعنی به نظر من اصلا این زمینه به انتخابات نوامبر رسیدیم، انتخابات میان دوره‌ای. آقای خلدی به انتخابات میان دوره‌ای اشاره کردن. خب آقای خلدی، شما گفتید که ممکنه آقای بایدن از این سفر به دنبال منافع خودش در داخل آمریکا هم باشه، ولی ما میدونیم خب در میان طیف دموکرات دیدار با محمد بن سلمان برای آقای بایدن بی هزینه نیست. این سوالی که شما فرمودید بسیار سوال مهمی هست و اتفاقا وقتی که ما به اون پیسی که آقای بایدن در واشنگتن پست نوشتن نگاه بکنیم، مشخص هستش که ایشون میخوان از ریزش اون دموکرات هایی که ممکنه به خاطر مسائل دیپلماتیک در این مورد بخوان بایدن رو به نوعی مجازات بکنن جلوگیری بکنن، ولی خود اونها هم به خاطر آرایی که دیوان عالی کشور امریکا اخیراً داده بغده من، خود اون رای دهنده ها هم خودشون در یک موقعیت آچمز گیر کردن از نظر استراتژی انتخاباتی. یعنی موندن که آیا باید تحمل بکنن و در واقع در مورد سیاست خارجی به قول خود انگلیسی زبان ها بینیشون رو بگیرن و رای بدن، و در واقع بایدن این پیسی که نوشته برای این هست که به نوعی همونجور که عرض کردم گالوانیزه بکنه حمایت رای دهنده های حزب دموکرات. فقط اجازه بدید اینجا من یک نکته ای رو عرض بکنم که شاید یک عمود منصفی باشه بین نظر جناب شهید سالس و جناب میلانی، و اون این هستش که بازار نفت و قیمت نفت و قیمت بنزین در سطح جهانی تعیین میشه. بنابراین موضوع لزوماً میزان صادرات نفت از طرف عربستان سعودی نیست. عربستان سعودی در حوزه خلیج فارس با شورای کشورهای خلیج فارس فعالیت میکنه و هر کدوم از این کشورها اگر به میزان خاصی با اشاره عربستان سعودی و با هماهنگی عربستان سعودی به میزانی تولید نفتشون رو افزایش بدن، همین تأثیر میگذاره تا حدی که حداقل بتونه بعضی از اون رای دهنده های مستقل رو اگر ببینن که در پمپ بنزین قیمت این بنزین و نفت تغییر پیدا کرده، شاید به نماینده های دموکرات رای بدن. اما از سوی دیگه این رو هم باید در نظر بگیرید که بایدن بیش از هر چیز دیگه نگران مسئله ثبات منطقه‌ای هست برای اینکه دولت ایالات متحده آمریکا با توجه به شرایط اقتصادی خطیری که درش وجود داره نمیتونه همزمان اگر در کره شمالی اتفاقی بیفته، در تایوان بین چین و تایوان اتفاقی بیفته و در اوکراین مسئله خلیج فارس یا هر گونه درگیری رو بین اسرائیل و عرب تحمل بکنه. وارد بحث منطقه هم میشیم آقای خلدی، ولی یه سوالی من همینجا از شما دارم. ما میدونیم که اگر پای ترجیح باشه فردی مثل محمد بن سلمان یا حتی در مجموع دربار سعودی، آقای ترامپ و یک رئیس جمهور جمهوری خواه رو احتمالاً بر آقای بایدن ترجیح میده. خب اگر اینطور باشه که از این سفر آقای بایدن بتونه برای خودش منفعتی در داخل آمریکا کسب بکنه، به احتمال خیلی زیاد آقای
به احتمال خیلی زیاد محمد بن سلمان و دربار سعودی زیر بار نمیرن. اونها نیم نگاهی دارن به انتخابات بعدی و شاید هم امیدوار باشن که کسی مثل ترامپ یا همفکر او به قدرت برسه. این تعارض خیلی مهم هست. ببینید به نظر میرسه و من با توجه به منابعی که در واشنگتن دارم این اطلاع رو میتونم تایید بکنم براتون که الان دولت بایدن داره در نظر میگیره که سلاح‌های آفنسیو یا مرگبار رو اتفاقا در اختیار عربستان سعودی قرار بده و اتفاقا دولت بایدن تمام اصول مربوط به قراردادی که در 2017 ترامپ با عربستان سعودی امضا کرد رو داره اجرا میکنه، هرچند که با سرعت کنتری. بنابراین به نظر من میرسه که برخلاف اونچه که در ظاهر امر دیده میشه محمد بن سلمان با توجه به سفر اخیری که به ترکیه داشت و نشون داد که دارای توانایی در واقع برنامه‌ریزی راهبردی بسیار خوبی هست، سعی خواهد کرد که امتیازهای بلند مدتی رو از بایدن بگیره. بسیار. چه بایدن سر کار باشه چه بایدن سر کار نباشه. این نکته که شما گفتید، خب البته در یکی دو تا روزنامه هم نوشته شده که گویا سلاح‌های تهاجمی در اختیار عربستان سعودی قرار خواهد گرفت. آقای میلانی، بحث سلاح هست، بحث حضور منطقه‌ای آمریکا در خلیج فارس در خاورمیانه هم هست. ما پیمان ابراهیم رو داریم، ناتو عربی رو داریم، یک سامانه دفاعی مشترک عرب اسرائیل رو داریم که در مورد اینها خیلی حرف زده میشه. آیا اینها مرتبط هست با چشمنداز نچندان روشن گفتگوهای به نتیجه رسیدن گفتگوهای ایران و غرب بر سر برجام؟ اگر اجازه بدید من یک نکته در رابطه با مسئله انرژی بگم و سوال خواهش می‌کنم. مسئله انرژی فقط مسئله قیمت نفت الان نیست، یعنی عربستان سعودی مهمترین بازیکن در اوپک هست و اینها میتونن با قیمت خارج از مسئله صادرات نفت در رابطه با قیمت نفت صادرات نفت تصمیمای مهمی بگیرن و بنابراین عربستان سعودی میتونه رول بسیار بسیار مهمی رو در رابطه با نگرانی های آمریکا در رابطه با انرژی، نگرانی های اروپا در رابطه با انرژی بازی بکنه، ولی به خاطر مسائلی که در منطقه داره به وجود میاد عربستان سعودی فعلا حاضر نشده کمکی به آقای بایدن بکنه. به خاطر همین مطلب مهمی که شما بهش اشاره کردید، اینه که به آقای بن سلمان خیلی نزدیکتر خودش رو میدونه با آقای ترامپ تا ایشون. اما در رابطه با سوالی که در رابطه با مسئله به اصطلاح الائنس های نظامی کردید، من فکر میکنم اینا از یک طرف مربوط میشه به برنامه اتمی ایران، ولی از اون مهمتر به نظر من این اتحادی که شما دارید صحبت از ازش میکنید در رابطه با سیاست های منطقه جمهوری اسلامی، نه در رابطه با سیاست اتمی جمهوری اسلامی. من فکر میکنم که اگر این ناتو عربی اونطوری که من مسئله رو فهمیدم، اگر این اتفاق بیفته ما وارد یک مرحله بسیار خطرناک و جدی خواهیم شد، برای خاطر اینکه همین اتفاقی که به نظر من در اوکراین افتاد و خطری که شوروی احساس کرد در رابطه با توسعه ناتو، این میتونه باعث این بشه که تنش بین ایران و کشورهای عربی هم زیادتر بشه. البته خب میدونم منظورتون از شوروی روسیه بود. آقای شهیر سالس، اشاره کردم هم از پیمان ابراهیم حرف زده میشه، هم از ناتو عربی حرف زده میشه، هم از سامانه دفاعی مشترک عرب اسرائیل حرف زده میشه. چرا طرح‌های متعدد؟ آیا اینها نشان دهنده آشفتگی است یا اینکه نه، هر طرح مربوط میشه به بخشی مشخص با هدفی مشخص؟ به نظر من ترکیبی از این دو تا هستش، یعنی هم جداگونه این مسائل داره پیگیری میشه و هم مجموعاً داره بررسی میشه و نه تصمیم گیری میشه. ببینید سیاست آمریکا از دهه 1950 استراتژیش در منطقه دو تا پارامتر بودی،
یکی اینکه جریان انرژی از اونجا با به راحتی بتونه عبور کنه، با ثبات باشه، و این فقط هم شامل خود آمریکا نبوده، برای که آمریکا فقط الان 12% نفت مورد نیازش نفت خام منظورمه از منطقه می از اون منطقه میاره، بلکه کشورهای دیگه مثلا فرض کنید خود کشورهای آسیای شرقی مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، مثل سنگاپور، اینا همشون بین 70-90% وابستگی به نفت اونجا داره. بنابراین این سیستم کپیتالیسم اگه بخواد به طور کلی عمل بکنه باید این انرژی به راحتی بتونه اونجا بگذره. و این یه پارامتر دیگه‌ای که باز از دهه 50 در سیاست خارجی امریکا تعیین کننده بوده اهمیت اسرائیل بوده. جمهوری اسلامی هر دو تا این پارامتر رو تهدید میکنه، یعنی هم امنیت منطقه رو به خاطر اینکه بی‌ثباتی باعث میشه که بی‌ثباتی در نفت ایجاد بشه، در بی‌ثباتی در منابع و گذر انرژی، حالا گاز هم بشه ایجاد بشه، و هم امنیت اسرائیل. من فقط یه نکته هم اضافه بکنم، ما در سال 2019 بعد از بمباران آرامکو دیدیم که وقتی که یمن اونجا رو بمباران کرد، دیدیم ظرف یک روز 14.7% قیمت نفت در آمریکا رفت بالا. این اهمیتی هستش که ثبات اون منطقه داره که تو یه روز یه موشک یمنی حدود 15% نفت رو در آمریکا میتونه بالا ببره. خب البته بسیاری از ناظران مستقل میگن که اون موشک یمنی نبوده، بلکه گفته شده که تأسیسات آرامکو توسط ایران هدف قرار گرفته. خب آقای خلدی، ما الان حرف از سامانه پرتو آهنین میشنویم به عنوان طرحی برای ایجاد یک چتر حمایتی مشترک که اسرائیل و کشورهای عرب منطقه رو در کنار همدیگه حفاظت بکنه. چقدر این عملیه؟ همیشه ناسیونالیست های عرب از آرمان فلسطین حرف میزدن. آیا اینقدر فضا عوض شده که عرب ها، عرب منطقه و همینطور اسرائیل با همدیگه زیر یک چتر حمایتی مشترک قرار بگیرن علیه ایران؟ بله 100%. ببینید دو تا عامل باعث شد که در واقع عربستان سعودی اعتماد خودش رو به طور کامل نسبت به ایالات متحده از دست بده، از به خصوص بهار عربی به این طرف. یکی رفتار سیاست خارجی دولت اوباما بود و دومیش طبیعتاً رفتار تهاجمی تر دولت جمهوری اسلامی در منطقه بود در پی بهار عربی و مسائلی که در اون اتفاق افتاد. این که از نظر من تخصصم در حد نیستش که درباره این سپر آهنین صحبت بکنم، اما طبیعتاً امکان پذیر هست و یک چیزی که مشخص هست این هستش که محمد بن سلمان به هیچ وجه نمیخواد که به قول انگلیسی زبان ها تمام تخم مرغ‌هاش رو در سبد ایالات متحده قرار بده. با این توصیف، و اگر شما به همین متنی که بایدن در واشنگتن پست نوشته نگاه بکنید، هیچ اشاره‌ای به توافق ابراهیم نمی‌کنه، در حالی که این توافق ابراهیم بود که بیش از پیش باعث شد که در واقع تمام این کشورها با اسرائیل در یک جان رسما در یک جبهه قرار بگیرن. و با توجه به وقایعی که داره اتفاق میفته، هیچ بعید نیست که همونجوری که جناب میلانی هم فرمودن، وقت در این دوران گذار محمد بن سلمان حتی بخواد اون دار و دسته ای که در عربستان سعودی در برابرش مقاومت میکنن که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، به خاطر همین ملاحظات کنار بزنه و در واقع یک ناتوی عربی ابراهیمی به وجود بیاد. بسیار خوب، ما 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، هر کدوم از آقایون 1 دقیقه وقت دارن تا به سوال آخر من جواب بدن. شواهد زیادی وجود داره که نشون میده جمهوری اسلامی در مقایسه با قبل تضعیف شده، الان هم این فشارهایی که میبینیم، آیا ممکنه که این فشارها به یک باره باعث تغییر انفجاری در منطقه بشه؟ آقای میلانی اول شما پاسخ بدید لطفا. من فکر نمی کنم که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تضعیف شده تو این چند سال. موقعیتش در عراق به خوبی قبل نیست، ولی هنوز که هنوز قدرت مهمیه در عراق. در لبنان اشکالای جدی لبنان داره، ولی حزب الله هنوز پرقدرت‌ترین نیرو در اونجا هست. در یمن حوثی‌ها خلاصه عربستان و سعودی رو مجبور کردن به پای میز مذاکره بیاد، و در سوریه هم رابطه راهبردی ایران و عربستان خیلی خوبه. از لحاظ داخلی ایران اشکالای جدی داره و این میتونه یه مقداری برای جمهوری اسلامی دردسر به وجود بیاره، ولی من فکر میکنم ترندی که راهی که جلوی خاورمیانه هست اینه که
تنش بین ایران و عربستان سعودی امیدوارم کمتر بشه، و اگر این تنش بین ایران و عربستان سعودی کمتر بشه، وضع یمن بهتر خواهد شد، وضع خلیج فارس بهتر خواهد شد و ما میتونیم از تنش‌های زیادتر و یا حتی یک جنگی جلوگیری کنیم. درست. آقای شهیر سالس؟ من فکر میکنم که منم فکر میکنم موقعیت ایران حداقل در منطقه اونچنان ضعیف نشده، ولی خطری که منطقه را تهدید میکنه دعوایی هستش که سر همین موضوع مذاکرات هسته‌ای داره میشه و مسئله هسته‌ای ایران داره میشه. چون ایران داره به شدت برنامه هسته‌ایش رو توسعه میده، این خطر هم از طرف اسرائیل حس میشه، هم از طرف غرب، هم از طرف آمریکا. غرب که میگم اروپا منظورم از به آمریکا، این خطر هستش که یک اشتباه محاسبه و اونجا اینجوری که شما میگین مسئله انفجار، یک اشتباه محاسبه میتونه منطقه رو با آتیش بکشه. بررسیایی که تو روابط بین الملل شده، آقای رابرت جرویز هم که چند وقت پیش مرحوم شد، یکی از بهترین دانشمندان روابط بین الملل بود، حدود 90% جنگ‌های دنیا در اثر اشتباه محاسبه پیش میاد. این نیستش که قبلش بشینن محاسبه کنن بگن من این کارو میکنم و اون کارو میکنه. نه، بدون اشتباه محاسبه است. و من چون تنش خیلی زیاده این اشتباه محاسبه امکانه. آقای خلدی، عرض کنم به حضورتون که به نظر من میرسه که اسرائیلی ها دقیقاً تونستن به عرب این رو منتقل بکنن که باید مهمترین اصل در سیاست خارجی حفظ بقای در واقع تمام اون کشورهایی که در اون منطقه هستن در برابر بی ثباتی به وجود آمده به وسیله جمهوری اسلامی و به حد اقل رسوندن ریسک است. پرسشی که وجود داره این هست، طبیعتاً اتفاقی خواهد افتاد ظرف چند سال آینده، اگر نه ظرف چند ماه آینده، که این منطقه رو به نوعی به پرتگاه در واقع یک مخاصمات مسلحانه نزدیک بکنه. و من اصلاً خوشبین نیستم که این قضیه که در یمن اتفاق افتاده عربستان سعودی و محمد بن سلمان بهش رضایت خواهند داد، و با توجه به مسئله‌ای که اتفاق خواهد افتاد ناتوی عربی جنبه بازدارنده خواهد داشت، ولی اگر لازم باشه جنبه تهاجمی هم پیدا خواهد کرد. سپاسگزارم از هر سه آقایون، شهرام خلدی، شهیر شهید سالس و محسن میلانی، و ممنون از شما که برنامه ما رو دیدید. برنامه بعدی پنجشنبه خواهد بود.